رومیان فصل هشتم. پس دیگر برای کسانی که در پیوستگی با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد، زیرا قانون حیات بخش روح القدس که در مسیح عیسی یافت می شود مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرده است. آنچرا که شریعت به علت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد، خدا انجام داد. او پسر خود را به صورت انسان جسمانی و گناهکار و برای آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی محکوم ساخت. خدا چنین کرد تا احکام شریعت به وسیله ما که گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم بلکه تابع روح خدا می باشیم به جا آورده شود. زیرا کسانی که مطابق خواهش های نفس زندگی می کنند همیشه در فکر چیزهای نفسانی هستند، ولی کسانی که تابع روح خدا هستند در فکر چیزهای روحانی می باشند. عاقبت دلبستگی به امور نفسانی مرگ و عاقبت پیروی از امور روحانی زندگی و سلامتی است، زیرا دلبستگی به امور نفسانی دشمنی با خداست. چون این شخصی از شریعت خدا اطاعت نمی کند و در واقع نمی تواند اطاعت نماید. بنابراین انسانهای نفسانی نمی توانند خدا را خوشنود سازند. اگر روح خدا در وجود شما ساکن است، شما اشخاص روحانی هستید نه نفسانی. هر کی روح مسیح را ندارد از او نیست. اما اگر مسیح در وجود شما ساکن است، حتی اگر بدن شما به علت گناه محکوم به مرگ باشد، روح خدا به شما زندگی می بخشد، چون شما عادل شمرده شده اید. اگر روح خدا که مسیح را پس از مرگ زنده گردانید در وجود شما ساکن باشد، همانطور که او را پس از مرگ زنده گردانید به وسیله همان روح القدس که در شما ساکن است و جسم فانی شما هم زندگی خواهد بخشید. پس ای برادران، ما مدیون هستیم، اما نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش های نفس. زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید می میرید، اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید زندگی می کنید. کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند، زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: آبا، ای پدر. روح خدا با روح ما با هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم، و اگر فرزندان او هستیم در آن صورت وارث، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح نیز هستیم، و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم در جلال او نیز شریک می شویم. به عقیده من در دورنج کنونی ما ابدا با جلالی که در آینده برای ما ظاهر می شود قابل مقایسه نیست. تمامی خلقت با علاقه فراوان در انتظار ظهور فرزندان خدا بسر می برد، زیرا خلقت نه به اراده خود بلکه به خواست خدا دچار بیهودگی شد، تا این امید باقی بماند که روز خود آفرینش از قید فساد آزاد گردد و در آزادی پرشکوه فرزندان خدا حصه بگیرد. زیرا می دانیم که تمامی آفرینش تا زمان حاضر از درد مانند درد زایمان نالیده است. نه تنها خلقت بلکه ما نیز که روح خدا را
به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود ناله می کنیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد، زیرا با چنین امیدی بود که ما نجات یافتیم. اما امیدی که برآورده شده باشد دیگر امید نیست. کی در انتظار چیزی است که قبلا آن را یافته است؟ اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم، با صبر منتظر آن می باشیم. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند، و آن که قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است. چون روح القدس مطابق خواست خدا برای ایمانداران شفاعت می کند، ما می دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خواسته شده اند با هم در کارند، زیرا خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند، و تا پسر نخستین برادر در میان برادران بسیار باشد. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خواسته است و خواسته شدگان را عادل شمرد و عادلان را نیز جاه و جلال بخشید. پس در برابر این چیزها چی بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ کی برگزیدگان خدا را ملامت خواهد کرد؟ خدا آنان را براءت می دهد. پس کیست که بتواند سر آنان حکم بدهد؟ مسیح عیسی کسی است که مرد و حتی دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا از ما شفاعت می کند. پس کی می تواند ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا پریشانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر و یا شمشیر قادر است ما را از مسیح جدا سازد؟ چنان که نوشته شده است: به خاطر تو در تمام روز در خطر مرگ هستیم و با ما مانند گوسفندانی که به کشتارگاه می روند رفتار می شود. با وجود همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود، زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرتهای فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرتهای آسمانی و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده